در این باره که نوروز و دیگر جشن‌های مربوط به بهار در زمان هخامنشیان چه نامیده می‌شدند، اطلاع دقیقی در دست نیست و هر آنچه در این باره گفته شده بر پایه حدس و گمان و برگرفته از کتاب مقدس زرتشتیان اوستا است. اما می‌دانیم که اوستا در دوران هخامنشیان به شکل امروز آن وجود نداشته و در واقع این کتاب یک بار در زمان اشکانیان و سپس در زمان ساسانیان جمع‌آوری و مدون شده است. برخی جشن نوروز در ایران باستان را برگرفته از مراسمی کهن می‌دانند که در پاییز و سپس در ابتدای فصل بهار در بابل برپا می‌شده است. قدمت این مراسم که زگموگ یا اکتیو نامیده می‌شده به هزاره سوم قبل از میلاد می‌رسد و جشنی بوده که به افتخار الهه بزرگ بابل مردوک برپا می‌شده است. در این روز شاه در معبد حاضر شده و برای تجدید عهد و پیمان دست تندیس یا مجسمه مردوک را می‌گرفته است. روایت شده است که کوروش کبیر پس از تصرف بابل ضمن اجرای این مراسم در معبد مردوک در جشن زگموگ کمبوجیه را به عنوان پادشاه بابل معرفی کرده است. بسیار بعید به نظر می آید که مراسمی مذهبی که خاص الهی بابلی ها بوده اساس و پایه نوروز در زمان هخامنشیان بوده باشد. به هر حال گذشته از سالنامه های بابلی تنها مدارک ارزشمند درباره نوروز و نام آن الواح گلی تخت جمشید و کتیبه های باقی مانده از دوران هخامنشیان است. همانطور که گفته شد در این مدارک هیچ نام و صفتی که آشکارا مربوط به عید نوروز یا سایر جشن های بهاری باشد وجود ندارد. در الواح گلی به دست آمده در خزانه و با روی تخت جمشید از مراسم و آیین‌های خاص نام برده شده که از طرف خزانه هخامنشی جیره و مواجب برای آنها در نظر گرفته شده است. از این میان باید به مراسم آیینی به نام لن نام برد که نامش حدود 76 بار در این اسناد تکرار شده است. به درستی مشخص نیست که این آیین به چه منظور و با چه آداب و رسومی برگزار می شده. در این اسناد یک بار آشکارا ذکر شده که این آیین برای هومبن ایزد ایلامی برگزار شده است. گذشته از این در اسناد به دست آمده از آیین‌ها و مراسم دیگری نیز نام برده شده که از خزانه شاهی جیره دریافت می کرده اند. و مردم نیز پیشکش هایی از مواد خوراکی تقدیم کاهنان این مراسم می کردند. بیشتر جیره و پرداخت های دولتی که از طرف خزانه به این آیین ها تعلق می گرفته است شامل آرد و گندم و همچنین بره، جو، کنجد، خرما، انجیر و مرغابی بوده است. اسامی این آیین‌ها و مراسم در دوران هخامنشی عبارتند از شیب، اکریش، نخ، نوش، پومیزش و دوسیکه. اما وجه تسمیه تخت جمشید چیست؟ خشایارشاه گوید به خواست اهورامزدا این دروازه همه کشورها را من ساختم. بسیار بناهای زیبای دیگر در این پارس من ساختم و پدر من ساخت. هر کاری که به دید زیباست آن همه را به خواست اهورامزدا ما کردیم. خشایارشاه گوید اهورامزدا مرا و شهریاری مرا پایدار کرد و کشورم را و هر آنچه به وسیله من کرده شد و آنچه به وسیله پدرم ساخته شده آن را اهورامزدا بپاید. نامی که امروزه بر مجموع کاخهای ساخته شده توسط داریوش بزرگ هخامنشی و جانشینانش اطلاق می شود نامی است ساختگی
برگرفته از داستان پادشاه اسطوره‌ای سلسله پیشدادی ایران جمشید. در شاهنامه فردوسی آمده است که جمشید پادشاه عادلی بود که برای 700 سال بر ایران زمین حکومت کرد. او نوروز را بنیان گذارد و تختی داشت که بر دوش دیوان حمل می شد. نقش سنگ نگاره داریوش در تخت جمشید در حالی که تخت پادشاهی او بر دوش مردمانی حمل می شود و همچنین آنچه اهالی و رهگذران می توانستند در گذشته از خرابه های این بنای تاریخی ببینند، باعث شد تا تصور کنند تصویری که می بینند تصویر همان جمشید افسانه ای است که تختش بر دوش دیوان حمل می شود و خطوط ناشناخته پیرامون آن نیز خطی است که دیوان و اجنه با آن می نوشتند و به همین دلیل بود که این مکان اسرارآمیز به نام تخت جمشید معروف شد. بر اساس کتیبه خشایارشاه بر دیواره تالار ملل می دانیم که این بنا از سوی سازندگانش به نام پارسه نامیده می شده است. یونانیان این بنا را پرسپولیس نامیدند و ساسانیان آن را به نام صد ستون می شناختند. به غیر از اینها این بنا در طول تاریخ با نامهایی از جمله قصر جمشید، چهل منار یا چهل ستون نیز نامیده شده است. از سیستم های فاضلاب پیشرفته تا تالارهای عظیم، رازهای عجیب ساخت مهندسی آریایی در تخت جمشید. با رسیدن به بالای صفحه اولین بنایی که در مقابل بازدید کنندگان قرار می گیرد، دروازه باشکوه و عظیم سنگی است که به نام دروازه همه ملت ها یا دروازه خشایارشاه معروف است. چهار سنگ نوشته هر کدام به سه زبان و تقریبا مشابه یکدیگر در بالای چهار پایه عظیم کندکاری شده است که نشان دهنده آن است که این دروازه ورودی توسط خشایارشاه ساخته یا تکمیل شده است. متن فارسی باستان در وسط و متن ایلامی در جهت خارجی و متن بابلی در نزدیکتر به داخل بنا قرار دارد. محور پاشنه در که سنگ بزرگ تزئینی بر گرد آن قرار داشته است و در هر دو گوشه داخلی درگاه موجود بوده، نشانه آن است که این درگاه یک در دولنگه و بلندتر از درگاه های دیگر داشته است. بر اساس عقیده هرتزفلد ارتفاع این درها باید بالغ بر 30 پا بوده باشد. در داخل این بنا چهار ستون 17 متری وجود داشته که دوتای آنها همکنون نیز باقی است. گذشته از آن، در داخل این محوطه در نزدیکی گوشه جنوب شرقی مخزن آبی سنگی وجود دارد و این حوض یا مخزن آب با بنای دروازه و دیگر بناهای تخت جمشید در یک امتداد و جهت قرار دارد. به نظر می آید که این مخزن از طریق راه آب‌های زیرزمینی پر می شده است. مساحت این بنا در مجموع 600 متر مربع است. اردشیر شاه گوید این خانه را خشایارشاه پادشاه پدرم شالوده آن را در پرتو حمایت اهورامزدا ریخت. من اردشیر شاه آن را ساختم و تکمیل کردم. دومین بنای عظیم و بزرگ مجموعه تخت جمشید کاخ یا تالار صد ستون یا تختگاه است. بر اساس سنگ نوشته مکشوف در گوشه جنوب شرقی تالار از اردشیر اول کاملا مشخص است که بنای تالار در زمان خشایارشاه آغاز شده و در دوره اردشیر اول به اتمام رسیده است. این کاخ نزدیک به 4700 متر مربع مساحت داشته و از تالار مرکزی آپادانا بزرگتر است.
سقف این تالار بر فراز 100 ستون سنگی که در 10 ردیف قرار داشتند استوار می گشت. بلندی ستونها بر اساس محاسبات انجام شده باید 13 متر بوده باشد. در سمت شرقی این بنا اتاق هایی که محل استقرار نگهبانان بوده قرار دارد. از سنگ نگاره های معروف موجود در این کاخ نقشه تخت پادشاه است که روی دست نمایندگان ملل تابعه حمل می شود. بزرگترین سازه تخت جمشید تالار بزرگ یا آپادانا است که توسط داریوش کبیر طرح ریزی و آغاز شد و توسط خشایارشاه به اتمام رسید. با توجه به کتیبه های مربوط به خشایارشاه روشن است که ساخت تالار مزبور حدود 30 سال زمان نیاز داشته است. در هیچ کدام از کتیبه های یافت شده نام این تالار به صورت آپادانا که امروز به آن معروف است نوشته نشده است. این نام از روی کتیبه این متعلق به دوره اردشیر دوم در شوش که برای تالاری شبیه به این تالار به کار رفته گرفته شده است. به همین دلیل بهتر است که این ساختمان را تالار اصلی یا تالار ستوندار بزرگ بنامیم. این ساختمان مشتمل بر تالار بزرگ مربع شکل ستونداری است که دیوارهای ضخیم خشتی که در پیرامون آن قرار داشته آن را از ایوانهای ستوندار در جوانب شمالی و مشرق و مغرب و یک ردیف اتاقهای محل انبار در جنوب جدا می کند. در چهار گوشه بنا برج‌هایی وجود داشته که به وسیله راه پله به بام می رسند. در این تالار مجموعاً 72 ستون سنگی به ارتفاع 20 متر با سرستون‌های باشکوه وجود داشته و مساحت کلی بنا نیز در حدود 12,000 متر مربع است. این تالار در اثر آتش سوزی بسیار شدیدی منهدم شده و تأثیر آتش در اتاقهای انبار و برج جنوبی بیشتر نمایان است. متاسفانه میزان شدت آتش در اینجا آنقدر زیاد بوده که خشتهای زیر گچکاری سبز رنگ دیوار به رنگ قرمز تبدیل شده و همچنین بخشهای وسیعی از پوشش سبز خاکستری رنگ کف اتاق به عمق 5 میلیمتر تا 1 سانتیمتر سوخته و سیاه شده است. از کشفیات مهم در تالار آپادانا باید از کاشی‌های مزین به طرح گل و بوته یا دارای نوشته نام برد که در نوع خود بی‌نظیرند و پوشش دیوارهای قسمتی از راهروها و دیوارهای تالار را زینت داده بودند. نقش برجسته‌های موجود در پلکان این تالار نیز از جمله زیباترین و شگفت‌انگیزترین نقش برجسته‌های این مجموعه هستند. نقش 23 هیئت نمایندگی ملل تابعه به همراه نگهبانان و بزرگان و اسب‌ها و عرابه‌ها و همچنین نقوش گل نیلوفر یا لوتوس 12 پر هخامنشی با طرحی بدی و بسیار زیبا روی این پلکان‌ها نقش بسته است.